بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت همکاران محترم دفاتر حوزه ستادی بخش آموزش، معاونت محترم آموزش و اعضای محترم کارگروه راهبری هوشمندسازی مدارس کشور و همچنین تشکر از همکاران محترم اداره کل شهر تهران که زحمت کشیدن در این جلسه حضور پیدا کردن. قرار از مزاحمتی که ایجاد کردیم نیاز بود که ما یه بحث کارگاه های آموزشی رو داشته باشیم در موضوع توسعه هوشمندسازی مدارس و در این رابطه کارگاه آموزشی که الان در خدمتون هستیم و با ارائه سرکار خانم وزیری برگزار میشه یه نمونه از کارگاهی هستش برای بحث توانمندسازی معلمان و مباحث جدید یادگیری یاددهی که ایشون رزومه خودشون رو ارائه میدن، قبلا برای همکاران فرستادیم. متدای جدیدی رو در کشور کانادا به صورت رسمی اونجا ارائه میدن که یه نمونه از این کارگاه به عنوان کارگاه اکتشاف هدایت شده. ایشون زحمت کشیدن ارائه میشه و کلاس هم ضبط میشه که انشالله بتونیم از این محتوای این کارگاه استفاده کنیم برای سایر دوستانی که در جلسه حضور ندارن و همکارامون در سایر استانها. قرار بود این کارگاه در همایش هوشمندسازی مدارس برگزار بشه که متاسفانه زمانش چند بار به تأخیر افتاد قبل از سال نو و قرار بود همین ماه هم این کارگاه برگزار بشه که این اتفاق نیفتاد و سرکار خانم وزیری هم یکی دو روز دیگه بیشتر اینجا نیستن. ما خواهش کردیم از سرکار خانم پیرایش که این جلسه رو ترتیب بدن که این کلاس به صورت و این کارگاه برگزار بشه، ضبط بشه و انشالله ما بتونیم از این محتوای این کلاس برای برنامه‌ریزی‌های آینده و برای مباحث مربوط به راهبری هوشمندسازی مدارس بتونیم انشالله بهره برداری کنیم. دقیقا این کارگاه تقریبا شبیه‌سازی یک کلاس هستش. حالا خود خانم وزیر توضیح میدن خدمت شما. بیشتر از این مصادره اوقات نمیشیم با توجه به اینکه وقت همون هم یک رو تأخیر داشتیم. خواهش میکنیم خانم وزیر خودشون انشالله جلسه رو هدایت کنیم. با ذکر صلوات بر محمد آل محمد. سلام عرض میکنم. من فهم کنم اولین باری که دارم در حضور اساتید خودم که بسیار از من بیشتر در هر موردی میدونن اظهار نظر میکنم راجع به چیزایی که یاد گرفتم. قبل از شروع دوست دارم یه سوال بپرسم. شما فکر میکنین کدوم اینا معلم کدوم شاگرده؟ یا باید کدوم معلم باشه کدوم شاگرد باشه؟ نظرتون چیه؟ این معلمه، حالا بیشتر توضیح میدم که چرا این معلمه. اول خودم رو معرفی میکنم. من آنالیت های وزیری هستم و رشتم فیزیکه. در ایران فیزیک خوندم و در کانادا هم آموزش فیزیک رو خوندم. یعنی دوره 4 ساله هست که در واقع هر معلمی که بخواد تدریس کنه در حال حاضر باید اون دوره رو بگذرونه. امیدوارم یه روزی بتونم انقدر معلم خوبی باشم تا با افتخار سرمو بالا بگیرم و بگم که هموطن آقای حسن امیدزاده هستم، چون معتقدم که توی تمام دنیا معلمی مثل ایشون وجود نداره. اینو با اطمینان دارم میگم. و اگر به ایشون فرصت داده بشه تمام دنیا رو باید درس بدن. من در ایران هم در ایران و هم در کانادا هم به شیوه سنتی و هم به شیوه مدرن سالها تدریس کردم. از وقتی که هنوز حتی لیسانس هم نگرفته بودم تدریس رو شروع کردم تو دبیرستان های تهران و بعد هم که
از ایران خارج شدم اونجا. مقداری هم تحصیل و کار و تألیف و ترجمه در زمینه نجوم و حقوق فضا داشتم. حالا یه مقدار در مورد این رشته که در دانشگاه بریتیش کلمبیا خوندم صحبت میکنم. پیش نیاز ورود به این رشته اینه که سال اول ادبیات زبان انگلیسی رشته ادبیات گذرونده بشه. فکر میکنم واقعا یکم زیادیه این یکیش دیگه، ولی خب مسلمن باید مدرک کارشناسی در مطلب مورد تدریس هم باشه و این رشته الان پیش نیاز تدریس در کشورهای توسعه یافته است. یعنی واقعا اگر کسی بخواد تدریس کنه در کشورهای توسعه یافته حتما باید این رو گذرونده باشه. بنابراین 8 سال عملا به اندازه تعداد واحدهای 8 سال باید درس بخونه تا بتونه توی دبیرستان تدریس کنه. این دوره 4 ساله به طور خلاصه شامل این طور چیزاست. یکی مسائل اجتماعی و ارتباط متقابل اون با آموزش در جوامع، از جمله جوامع غربی که خب حالا جامعه خودشونه. مشکلات ناشی از گذار از شیوه سنتی به شیوه نوین و راه‌های کمتر کردن این مشکلات و موفقیت‌های ناشی از این گذار. حالا اینا خیلی برای ما مهمه چون اونا یه مقدار زودتر از ما این کارو شروع کردن، ما لازمه بدونیم که چه اشتباهاتی کردن که ما اون اشتباهاتو نکنیم و همینطور موفقیت‌هاشون دلیلاش چیا بوده. شیوه های نوین تدریس که همینطور که اینجا نوشته شده دو روش وجود داره برای معلم ها، به دو روش کلی تقسیم میشه. یکی معلم ها رو بهشون درسی رو میدن به شیوه نوین که قبلا خودشون اینو به شیوه سنتی تدریس کردن و بلدن، موردشون همه چیزشون میدونن، و بعد هم یک درس خیلی جدید بهشون داده میشه که اصلا باش آشنا نیستن یا خیلی کم آشنا هستن، به خاطر اینکه بیشتر احساس دانش آموز رو که توی کلاس میشینه درک کنن. در طی این جلسات معلم ها خودشون رو دانش آموز حس میکنن و باهاشون هم مثل دانش آموز رفتار میشه و تمام چیزهای دیگه. اونا میتونن مثل دانش آموز بخندن، شوخی کنن، به لهجه معلم، همه چیز. خلاصه چیزی که خیلی خیلی مهمه توی این روش جدید، به قول معروف، یعنی جمله معروفشه که میگه It's about less teacher talking, more students doing. یعنی کمتر معلم حرف میزنه و بیشتر دانش آموز کار انجام میده. پس بنابراین کار عملیه. حتی در رشته های علوم انسانی هم همینطوره. چیزی که خیلی مهمه همون گاید دیسکاوری یا اکتشاف هدایت شده است که معلم به جای اینکه بیاد مطلب رو بهشون بگه یک فعالیت هایی طراحی میکنه که خود اون دانش آموز ها مطلب رو کشف کنه. Students misconception خیلی مهمه، خیلی مهمه. اون پیش فرض های اشتباه دانش آموزانه. مثلا همونطور که میدونید در فیزیک وقتی صحبت از شتاب میشه همه فکر میکنن، بچه ها یا کسایی که فرمولاشو یاد نگرفتن فکر میکنن که ماشینی که سرعتش بیشتره شتابش هم بیشتره. خب اینا اشتباهاتی که معلم ها میدونن و معلم های مجرب خیلی بهتر اینا رو میدونن و در اون برنامه هایی که طراحی میکنن، در اون فعالیت هایی که طراحی میکنن این رو بسیار مد نظر قرار میدن که بتونن باهاش روبرو بشن. دمو و آن دمو یعنی نمایش و ضد نمایش هست، چیزایی هست که نشون میدن و آن دمو ضد نمایش چیزی هست که برای هر مرحلهش از دانش آموزها میپرسن به نظر شما الان چی قراره بشه، به این شکل ادامه میدن. خب روش های جدید که اضافه شده به همون شیوه های سنتی مثلا یادداشت برداری تو کلاس که ما الان اونو انجام میدیم. شیوه های نوین کلاسداری، رفتار با دانش آموز، جمله معروف اونم اینه. برخلاف شیوه سنتی، قدیما توی غرب هم بچه ها رو با خطکش میزدن یا کارهای مختلف، It's not about power, it's about empowerment. بنابراین نقش معلم یک نقش قدرتمند کنترل کننده و مقتدر نیست، بلکه کسیه که به دانش آموز قدرت میبخشه. و هدف اصلی ایجاد محیط امن برای دانش آموزان که احساس راحتی و آرامش کنن، نگران نباشن وقتی سر کلاس نشستن. بنابراین بچه رو بیارن ازش درس بپرسن جلوی همه، دیگه خبری نیست. و دیگه اینکه
ایجاد نشاط برای دانش آموزان، یعنی حتی مهمتر از این که اونا یاد بگیرن اینه که اونا لذت ببرن. این حتی مهمتره. حالا اون مثالی که زدم، البته یکی داشت از میرفتن، دو نفر از کوه میرفتن بالا، اون شاگردی که داره از کوه میره بالا و معلم فقط کمکش میکنه که خودش راهو پیدا کنه. معلم در واقع نمیگیره نشونش بده راه کجاست، دستشو بگیره یا راهو نشونش بده. اصلا معلم فقط به اون میذاره خودش بره، حتی اگه گمراه شه فقط یه ذره راه نمایش میکنه. چیزی که من یاد گرفتم اینه که در فرهنگ ما هم، در فرهنگ حتی خیلی خیلی قدیمی ما، این مطلب بهش اشاره شده. حالا براتون میگم. به هر حال در طرح درس کلاس سخنانی کمتر از 10 دقیقه رو حدوداً در بر میگیره. فیلم یا موسیقی آموزشی یکم بهتر از سخنرانیه، ولی اونم خیلی بهش بها داده نمیشه. اون چیزی که از همه مهمتر و مؤثرتره و بیشترین زمان کلاس رو در بر میگیره همون فعالیت کلاسیه که دانش آموزها مشغول انجام کار هستن و معلم میچرخه که ببینه اونا چی کار میکنن و اگه سوالی دارن کمکشون کنه. بخش خیلی مهمی از کلاس همون هوکه. هوک یعنی یک قلاب، یعنی یه چیزی که بچه‌ها رو نظرشون رو جلب کنه و توجهشون رو به کلاس جلب کنه. این میتونه یه سوال، یه نمایش یا یه زده نمایش باشه و این که مثلا همون آدمایی که داشتن راه می‌رفتن، مثلا تو کوه من نشون دادم، یه چیزی که جالب باشه براشون، اول از هر چیزی کلاس با اون شروع میشه. به هر حال فعالیت رو معلم توضیح میده برای دانش آموزا که اونا قبلش به طور کامل بدونن چی کار باید بکنن و در انتهای کلاس بعد از فعالیت یک ارزیابی کوچولو وجود داره که این ارزیابی اصلا ترسناک نیست برای دانش آموزا، بلکه جنبه تفریحی داره. حتی خیلی وقتا فقط برای خودشونه، معلم اونو حتی بررسی نمی کنه. حالا راجع به مشکلات روش سخنرانی من توضیح میدم. یکیش اینه که دانش آموزان نسل جدید دیگه مثل قدیم به راحتی نمیشه نشوندشون و درس رو گوش کنن. حتی نسل قدیم هم که این کار باهاشون میشد، از جمله خود من وقتی یادم میاد، وقتی معلم داشت زیاد صحبت میکرد به همه چیز فکر میکردم غیر از اون چیزایی که معلم داره میگه و به این شکل این به اصطلاح عادت به خیال پردازی و دور شدن از زندگی در لحظه در انسانهایی که تحصیل میکردن بیشتر بود. کسایی که اصلا مدرسه نمیرفتن یه جورایی هوشیارتر و در جامعه حتی بعضی وقتا از جهات موفقتر بودن. این نظر منه. البته اگه هر مخالفتی دارید بفرمایید که ممنون میشم. شیوه دیگه، من پدر بزرگ و مادر بزرگم هم معلم بودن، همه عمه هم، پدرم، مادرم، خودم. یه مقدار عادت به متکلم وحده بودن در جمع ها برای معلم ها پیش می اومد. من یادم همیشه مادرم به پدرم یادآوری می کرد اینجا کلاس نیست، توی مهمونی که نشسته بودن همیشه این حالت پیش می اومد. و خب یه مشکلات دیگه مثل گلو درد که اکثرا بهش دوچار می شدیم ما. حالا شیوه های نوین آموزش در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته. نظام های آموزشی کشورهای توسعه یافته ای که اسم خودشون رو گذاشتن توسعه یافته خیلی خیلی مشکلات بزرگی داره که نظام آموزشی ما نداره و ما باید همیشه اینو یادمون باشه که اون محاسن بزرگی که خودمون داریم رو از دست ندیم. مثلا بولینگ یک موزل بزرگ اجتماعی در دنیای غربه و همینطور باعث آمار زیاد خودکشی در مدارس میشه. همون حالتیه که چند تا بچه یه گروه درست میکنن و یه مظلوم رو گیر میارن، میریزن سرش و هر روز اذیتش میکنن. و اگه ازتون خواهش میکنم، چون در کار آموزش متخصص هستید، اینو توی در موردش سرچ کنید تو اینترنت و بدونید که تو دنیا چه اتفاقات وحشتناکی داره میفته و خوشبختانه در کشور ما اصلا وجود نداره. کم بودن حرمت معلم به خصوص در جامعه جدید و نیز نامحترم بودن بعضی از معلم ها.
معلم های ما در اینجا واقعا فداکارن، ولی معلم های اونا بعضی هاشون کارایی میکنن که حتما شنیدیم. خب سطح علمیشون هم در بعضی زمینه ها از ما خیلی همچین بالاتر که نیست، بلکه در خیلی زمینه ها پایین تر. شناخت این مشکلات و پیشگیری از اونها ضروری. البته اونا موفقیت هایی دارن که ما نداریم. نمونه های از موفقیت هاشون مثلا عادت دانش آموزان به همکاریه. وقتی که همیشه فعالیت در کلاس هست، دانش آموزا عادت میکنن که تو این فعالیت ها همکاری کنن و این خیلی قشنگ دیده میشه. دانش آموزای ما فکر میکنن بعد یکم طول بکشه تا به این مسئله عادت کنن. یادگیری عملی مؤثر و پایدار خیلی خیلی مهمه و همینطور دوری از سخنرانی و مشکلاتی که ازش خبر داریم و همینطور آموزش موفق دانش آموزان استثنایی. خب حالا درس امروز رو شروع میکنیم. من جسارت میکنم که اعلام کنم همکاران محترم نقش دانش آموز رو بازی میکنن و لطفاً اگر خودکار یا مداد دارید آماده کنید و اینها رو هم به گروه های دو نفره اگر ممکنه تقسیم بشید، یعنی هر دو نفری که کنار هم نشستن یه گروه باشن و بعد هم اگه ممکنه اینا رو به هر کسی یک دونه از اینا محبت کنیم، با هم قاطی نکنیم یه دونه از هر کدوم من نامشیم. برای دو نفر، برای دو نفر شما شرمند. الان همه باید یه دونه از این کاغذهای سفید به اضافه یه دونه از این کاغذهایی که چند تا به هم منگنه شده، به اضافه یه کاغذی که از این که نقطه چین داره و همینطور یه کاغذی که جدول داره، همه باید، هر دو نفر باید از اینا یه دونه داشته باشن، به اضافه یک بادکنک و یه کش. درسته؟ خب انفجار بزرگ یا همون فرضیه بیگ بنگ به اصطلاح. من بعضی جاها کلمه های انگلیسی رو به کار بردم فقط به خاطر اینکه اگر خواستین سرچ کنید راحت باشید، فقط به همین دلیل. چون مثلا بولینگ معادل فارسیشو پیدا نکردم، من انگلیسیشو گفتم که شما بتونید راحت در موردش سرچ کنید. خب اون چیزی که دانش آموزان قبل از این درس میدونن، من اول خدمتتون میگم قبل از که درس رو شروع کنم، دانش آموزا سرعت رو میشناسن، میدونن که سرعت جابجایی در واحد زمانه، یعنی جابجایی در یک ثانیه است. بنابراین اگر جسمی رو در یک ثانیه جابجا کنن، اون جابجاییش همون سرعتشه. درسته؟ میدونن که نور از اجسام به چشم ما میرسه و همینطور که ما اونا رو میبینیم و حالا به هر حال یا بازتاب میکنن یا نور رو تولید میکنن، ولی به هر حال ما اجسام رو به این دلیل میبینیم که نور از اونا به چشم ما میرسه. میدونن که نور نوعی موج الکترومغناطیسیه و همینطور میدونن که ما با دریافت امواج الکترومغناطیسی که اجرام آسمانی تولید میکنن به مواد تشکیل دهنده آنها پی میبریم. یعنی ما وقتی یه ستاره میخوایم بدونیم توش چه عناصری وجود داره، امواج الکترومغناطیسی که ازش میرسه رو نگاه میکنیم تا بفهمیم چه عناصری اونجا وجود داره. توضیحش هم اینه، خب میدونید هر اتم مدارهاش تو فاصله های ویژه‌ای هستن، برای این هر اتم برای خودش یک طیف داره و اون طیف در واقع شناسنامه اون اتمه. مثلا لیتیوم، این که اگه کل به اصطلاح این اگه کل اسپکتروم باشه یا کل طیف نور باشه، لیتیوم این قسمتاشو فقط دربر داره، فاصله های اینا از هم اینقدیه، یعنی این شناسنامه لیتیومه. بقیه عناصر به همین ترتیب هر کدوم این شناسنامه بر خودشون دارن. خب ما وقتی امواج رو از ستاره ها دریافت میکنیم، میتونیم بفهمیم که چه عناصری توش هستن.
دانش آموزا طیف الکترومغناطیسی رو میشناسن و این طول موج‌ها رو میدونن که میدونن که نور قرمز بلندترین طول موج رو داره. اینو میدونن. یعنی هر چی به سمت قرمز بره طول موج انگار بلندتر میشه. این رو هم میدونن. پدیده دوپلر رو هم میشناسن. حالا من یک نمایش کوچولو براتون خیلی قشنگ نشون میدم که برای دانش آموزان پدیده دوپلر رو بیان کرد. پدیده دوپلر همونیه که وقتی یه چیزی به ما نزدیک میشه، مثلا یه ماشین داره به ما نزدیک میشه، صداش چطوریه؟ وقتی نزدیک میشه صداش فرق داره تا وقتی که دور میشه. در خیلی جاهای دیگه هم این دیده میشه. وقتی در واقع به ما نزدیک میشه، اون موجی که حالا اینجا موج صوتیه، میتونه موج نوری باشه، موج الکترومغناطیسی باشه، هر موجی که به ما میفرسته وقتی داره به سمت ما میاد این موج فشرده میشه و وقتی از ما دور میشه این موج کشیده میشه. جور در میاد دیگه، با منطق هم داره جور در میاد. حالا من اینو خدمتتون نشون میدم. فقط میگه خودش رو معرفی میکنه و بیشتر اون صحنه‌ای که نشون میده مهم. در موج ایجاد میکنه. الان فعلا ثابته. این منبع ایجاد موج این بچه. حالا منبع ایجاد موج داره حرکت میکنه. میبینید که اینجا موجا داره کش میاد و اینجا داره فشرده میشه. این روی استاد هندی به استاد درست کرد. این رو هم دانش آموزان میدونن، یعنی تو درس‌های جلسه قبلی بهشون نشون داده شده. خب حالا درس شروع میشه. هوک این درس سوالاش اینه: آیا جهان همیشه همین شکلی بوده که امروز هست؟ کسی نظری نداره؟ همین جوری بوده؟ یه جور دیگه بوده؟ آیا زمانی بوده که هیچ جهانی نبوده و هیچ چیزی اصلا وجود نداشته؟ چطوری شروع شده؟ مرکز این جهان کجاست؟ کرانش یا لبش کجاست؟ میتونید برای خودتون راجع به جوابایی فکر کنید، اونا رو از الان یه یادداشت کنید، پاسخاشو در پایان این درس پیدا میکنید. خب در پایان این درس دانش آموزا باید گسترش جهان رو درک کنن، یعنی گسترش جهان، فرضیه انفجار بزرگ رو توصیف کنن، فرضیه که امروز بیشتر از فرضیه های دیگه مورد قبول واقع شده و یک سری، یعنی تقریبا تمام مشاهدات رو داره پاسخ میده، و روش هایی رو توضیح بدن که چگونه با استفاده از قوانین فیزیک و ابزار نجومی میتونیم درک خودمون رو از جهان و منظومه شمسی بالا ببریم. ردشیفت یکی از اوناست که الان توضیح میدم براتون. خب این آقا کیه فکر میکنید؟ چین برای خودش جستی هم گرفته و خب به خاطر این خیلی جست گرفته، چون ایشون کشف کرده که کهکشان‌های غیر از کهکشان‌های ما، یعنی غیر از ببخشید که غیر از کهکشان ما راه شیری وجود دارن و کشف کرده که اونا در حال دور شدن از ما هستن و هرچه از ما دورتر هستند با سرعت بیشتری از ما دور میشن. اینا رو کشف کرده. خب
شما الان یک دونه کاغذ اینجا دارید که نقطه چین داره، یعنی مال یادداشت برداری های کلاسیه. شما میتونید الان یادداشت رو پر کنید. خب اگه معلم دیکته کنه شما یادداشت کنین، حواستون پرت میشه، درسته؟ یعنی مثل واقعا چیزی آدم یاد نمیگیره و حوصله‌اش هم سر میره، ولی وقتی یه مقدارش نوشته شده باشه و فقط مطالب مهم رو شما یادداشت کنید، خیلی روش بهتری برای یادداشت برداری در کلاسه. البته خیلی از معلم‌ها اصلا به یادداشت برداری در کلاس اعتقاد ندارن. هابل یه چیزی رو مشاهده کرد. وقتی داشت این موج‌هایی که از کهکشان‌ها و از ستاره‌ها به ما میان رو بررسی می‌کرد تا ببینه چه موادی توش وجود داره، دید که طیف‌های اینا، مثلا اگه این طیف لیتیوم باشه یا طیف هلیوم باشه، یک گرایشی به سمت قرمز داره. یعنی فاصله‌هاشون همین قده ولی همه‌شون یه مقدار کشیده شدن به سمت قرمز، که به این اصطلاح میگن ردشیفت. خب و این رو هم میفهمه که اونا هرچه از ما دورتر هستن گرایششون به قرمز بیشتره. یعنی مثلا ستاره‌ای که از ما دورتره همون لیتیومو داره، چون این مشخصات مثلا لیتیومه، ولی بیشتر به سمت قرمز کشیده شده. خب این شما رو به این فکری نمیندازه؟ گرایش به طول موج قرمز برای چیه؟ خب وقتی جسمی از ما دور میشه طول موجش کش میاد، بنابراین وقتی به سمت قرمز میره یعنی داره بلندتر میشه، بنابراین این ثابت میکنه که اون جسم داره از ما دور میشه. خب حالا که ما میفهمیم همه چی داره از ما دور میشه، پس قبلا یعنی چی بوده؟ به هم نزدیک بوده. خیلی خیلی قبل چی بوده؟ اصلا یه نقطه بوده. خب حالا چرا هرچی دورترن گرایششون به قرمز بیشتره؟ یعنی طول موجشون بیشتر داره کش میاد. طول موجشون بیشتر کش میاد یعنی چی؟ یعنی با سرعت بیشتری از ما دور میشن. یعنی اون دوپلر، اون بچه که اونجوری میرفت با سرعت بیشتری میره، بنابراین طول موجا بیشتر داره کش میاد. خب اینم پس همون به اصطلاح مطلب دیگه ای که هابل کشف کرده بود، که هرچی از ما دورترن با سرعت بیشتری دارن از ما دور میشن. پس هابل مشاهده کرد که کهکشان ها از ما در حال دور شدن هستن و هرچی دورترن با سرعت بیشتری از ما دور میشن. ولی چرا هرچی دورترن با سرعت بیشتری دور میشن؟ چرا؟ مثلا واقعا خیلی عجیب. بذارین ببینیم. خب حالا این فعالیت رو اگه انجام بدین کاملا متوجه این سوالا، متوجه تمام این سوالا میشین. این فعالیت اسمش هست فعالیت کش و بادکنک. لطفا یه بخونیدش یه بار. همونطور که میبینید این همیشه اولش هست برای مشخصات دانش آموز. استاندارده. حالا استاندارده معلم ها طبق سلیقه خودشون میتونن تغییر بدن. همونطور که عرض کردم شوخی هم توی کلاس رسمه، برای اینکه معلم بخشی از شغلش هنرپیشگی هم هست، درسته؟ یعنی شاد کردن و نشاط آور کردن کلاس. بنابراین به این شکل توصیه کردیم که بادکنک خیلی شدید دانش آموزا باد نکنن، چون تو بعضی کلاس ها به خصوص آقا پسرها ممکنه که رسن. به هر صورت حالا این سطح بادکنک رو به عنوان جهان در نظر بگیریم، به اصطلاح همون یونیورس. چند نقطه گفته روش رسم کنید، نقطه ها از قبل روش رسم شده. حالا بادکنک رو باد میکنید و در حین باد کردن فاصله ها رو مشاهده میکنید، فاصله هایی که بین نقطه ها داره پیش میاد.
یه نفر از گروه باد میکنه، یه نفر دیگه مشاهده میکنه و این جوابها رو پر میکنی، یعنی سوالها رو جواب میدی. جلوی هر جوابم یه خط هست که جواب رو مینویسی. خب الان این کار رو انجام میدیم. پس سوالا رو دونه دونه جواب بدید، همینطور برین پایین. نه نه کش نه، ببخشید با کش نبندین، کش مال یه چیز دیگه است، اصلا کش رو به کار نبرید. ببخشید استاد، لطفا کش رو به کار نبرید اصلا، فقط نگرش. هر سوالی داریم بپرسید، خیلی ممنون میشم. نه خیلی باز شدید آقا، این در این باز شدن باید مشاهد خیلی خوب، فعالیت انجام شد، سوال ها پاسخ داده شد. حالا بخش دوم فعالیت مونده که با یک کش و با یک خط کش انجام میشه. خب ما اینجا سر گنج قارون نشستیم که برای همه خط کش بخریم. برای خط کش رو خودتون درست میکنین، این کاغذ رو اینجوری تا میکنین و اینجوری برای شماره میذارین، 1 2 3 4 5. هر کدوم از اینا یه سانتی متره و میشه خط کش. بعدم کاغذ رو باز میکنید، روش مینویسید، بعدها استفاده میکنید، کاغذ رو دور نمیندازید. اینم کش رو هم، حالا شما این کار رو که با کاغذ کردین، کش رو هم پاره میکنین و هر 2 سانتی متر یک بار یه دونه گره میزنین، همونطور که توی دستور کار نوشته شده. یه همچین چیزی درست میکنید که هر 2 سانتی مترش یک گره باشه. لطفاً شروع کنید. همونطور که توضیح داده شده، 60 رو اینجا میذاریم. وقتی ثابته اندازه هاشو داریم، در عرض 1 ثانیه اینو میکشیم، تفاوت اندازه رو در نظر میگیریم، یعنی تفاوت جایگاهی که وجود داشته، در واقع جا به جاییش رو اندازه میگیریم. مثلا گره اول روی 2 سانتی متره، من میکشمش میاد روی 3 سانتی متر، ولی گره دوم که اول روی 4 سانتی متره، وقتی میکشمش میاد روی 7 سانتی متر. درسته؟ بنابراین جا به جایی گره ها هرچی دورترن و این جا به جایی در 1 ثانیه است. بنابراین این، حالا شما جواب ها رو بدید، این رو هم جواباشو بدید. فاصله اون طور 8 بود، یه دفعه با 1 ثانیه شد 22. اول چی بوده؟ سرعت اونایی که از ما دورتره خیلی بیشتر در حال رشد شدن.
این حال نشون میده نقطه‌ای که از ما دورتره. اینا از روی همون یاد داشته در واقع جواب نیست. من اینا شما هیچ همه چیز عالی بود، یعنی هیچ سوالی چیزی نیست. من تو فیزی میتونم این موضوع رو میمونم که موضوع رو قشنگ برسم. یه معلم میاد تو کلاس رنگی، یه وقتی آره یه معلم دیگه هستم چجوری میام اون خلاقیت رو معلم اگه خلاق باشه این وسط محبت این بادکنکه، بادکنکه که کش میومد دانش. البته در یک کلاس درس در حالت طبیعی این اتفاق نمیفته، ولی چون الان فیلم برداری داره میشه، من یه مرور کوچیک در مورد این فعالیت انجام میدم برای اینکه مشخص بشه که توی فیلم چیه. همونطور که میدونید این برای اینه که یه استاندارد کلی معلم ها میتونن به سلیقه خودشون تغییرش بدن. هدف از فعالیت هست نکات ایمنی، مثلا بادکنک و نتره کنین از اینطور چیزا. سطح بادکنک رو به عنوان سطح جهان در نظر بگیرید. البته این یه سطحه، در حالی که جهان میدونید فضاست و خب سه‌بعدیه، در واقع چهاربعدیه، ولی به هر حال این میتونه اونو بیان کنه و توضیح بده. وقتی که اینو باد میکنید چه اتفاقی بین نقطه ها میفته؟ میبینید که فاصله نقطه ها زیاد میشه، این کاملا مشهوده. خب حالا آیا این نقطه ها از هم دور میشن؟ بله دور میشن. آیا اینا مثل یه مورچه دارن روی این سطح بادکنک حرکت میکنن، یا اینکه بادکنک کش میاد اونا رو، بادکنک کش میاد اونا رو از هم دور میکنه؟ بنابراین آیا کهکشان ها که دارن از ما دور میشن، آیا اونا مثل موشک تو فضا دارن حرکت میکنن؟ نه، فضا داره کش میاد و اونا رو از ما دور میکنه. خب حالا فرض کنید یه کره کامل رو فرض کنید که یه مورچه روش زندگی میکنه و داره میگرده میگرده تا مرکز این کره رو پیدا کنه. آیا مرکزی پیدا میکنه؟ بفهمید؟ نه. زنده بود. خب آیا لبه‌ای پیدا میکنه؟ نه. زنده بود. خب دنیای ما هم همینطوریه دیگه. خب حالا اگه شما رو یکی از این نقطه ها باشید، آیا حس میکنید که همه چی داره از شما دور میشه؟ آیا روی یه نقطه دیگه هم باشید همین حس رو میکنید؟ حالا آیا به عنوان این ناظر خارجی وقتی دارین بهش نگاه میکنید، هیچ کدوم از این نقطه ها رو ثابت میبینید؟ پس شما در نقطه ای که هستید خودتون رو مرکز جهان میبینید، ولی آیا واقعا مرکز جهان هستید؟ مطلبی رو میخواستم توی پرانتز عرض کنم. میدونید گالیله چقدر بلا کشید تا بخواد بگه زمین گرده و از این حرفا، آخرم مجبورش کردن که معذرت خواهی کنه، رسماً عذرخواهی کنه، درسته؟ میدونید هزارها قرنها، نمیدونم، معلمای تاریخ میدونن که چند سال قبل از اون در ارژنگ مانی تصویر منظومه شمسی جزء تصاویر دیگر وجود داشته، یعنی نه تنها گرد بودن زمین بلکه خیلی چیزای دیگه. حالا اگه تو فرصتی پیش بیاد بازم از این چیزا دارم که بگم. حالا بعد فعالیت خطکش. حالا این توضیح میده که چرا هرچی از ما دورترن سرعت دور شدنشون هم از ما بیشتره. اندازه گیری شما رو به چه نتیجه ای رسوند؟ هرچی که در واقع اون گره دورتره با سرعت بیشتری داره جا به جا میشه و این در واقع
میتونید اینو خودتونم دوباره تو خونه انجام بدین تا بیشتر مطمئن شید. امیدوارم که از این فعالیت خوشتون اومده باشه. حالا انفجار بزرگ رو بیشتر راجع بهش توضیح میدیم تا چیزایی که گفتیم رو با هم یک مروری کنیم. اگه این ریزه من میخونم، شما میتونی اون یادداشت برداریاتون رو پر کنی. اگر جهان در حال گسترشه، پس امروزه بزرگتر از گذشته است. نتیجه گیری میشه که یه روز در گذشته دور آنقدر کوچک بوده که به اندازه یک نقطه بوده. طبق مشاهدات، انفجار بزرگ 13 بیلیون سال پیش اتفاق افتاده. بنابراین این زمان سن جهان قلمداد میشه. بنابر این فرضیه در آغاز جهان همه جرم و فضا به صورت یک نقطه داغ و فشرده بوده، پس انفجار بزرگ اتفاق میفته و فضا به سرعت گسترش پیدا میکنه، مواد به قطعات شکسته میشن و به اطراف با سرعت زیاد پرتاب میشن. قبل از اینکه بیگ بنگ اتفاق بیفته، بعضیا ممکنه فکر کنن یه فضایی بوده، بعد ماده‌ای که متمرکز بوده از هم پخش شده، ولی اصلاً حتی فضایی نبوده. این پخش شدن در واقع پخش شدن ماده ها نبوده، پخش شدن فضا بوده که ماده ها رو هم از هم جدا کرد. خب حالا در مورد یک سری مشاهدات صحبت می‌کنیم که این مشاهدات در واقع CMB یکی از اوناست، Cosmic Microwave Background. یعنی این یه موج بک‌گراند، بهش اصطلاحاً میگن یه موج در واقع زمین است. این موج زمینه همیشه وجود داره. دانشمندا وقتی داشتن این موجا رو اندازه میگرفتن و نگاه میکردن، ببینن یه صدای خرخری، البته منظورم از صدای موج الکترومغناطیسیه که این همیشه وجود داره. فکر میکنن شاید وسایلشون اشکال داره، وسایلشون رو تنظیم میکنن، بهترش میکنن، ببینن صداها حتی کم هم نشد. پس به این نتیجه میرسن که این صدا رو اسمشو بذارن صدای زمینه و در نهایت با مصاحبات بیشتر به این نتیجه میرسن که این صدا یا این موج نتیجه حاصل شده از همون انفجار بزرگه. ولی این به نظر شما سوال برانگیز نیست؟ انفجار بزرگ هزارها، چه میدونم، خیلی خیلی سال پیش اتفاق افتاده، چطور ما الان میتونیم سیگنالاشو دریافت کنیم؟ چطور همچین چیزی ممکنه؟ خیلی وقت پیش اتفاق افتاده، چطور میتونیم سیگنالاشو ببینیم؟ ایشون گفتن سرعت چی خیلی زیاده؟ چه موجی سرعتش خیلی زیاده؟ یکی از اونم بیشتر چی؟ زنده باد. بفرمایید. سرعت نور. زنده باد. خب حالا من میدونم شما کاملا میدونید. وقتی میگید سرعت نور یعنی همه چیزو میدونید. ولی من حالا بیشتر توضیح میدم چون داره فیلم برداری میشه. خورشیدی که ما نگاه میکنیم 8 دقیقه طول میکشه تا نورش به ما برسه. درسته؟ پس این خورشیدی که ما داریم میبینیم خورشید 8 دقیقه پیشه. اگه تو این 8 دقیقه یکی اومده باشه این خورشیدو خورده باشه، فکر کنه کلوچه است بخورتش، دیگه خورشید وجود نداره، ولی ما هنوز داریم میبینیمش. ما 8 دقیقه دیر میفهمیم چه اتفاقایی برای خورشید افتاده. ستاره هایی که خیلی از ما دورن و ما الان داریم میبینیمشون، بررسیشون میکنیم، مواد تشکیل دهنده شونو، خیلیشون عمرشون تموم شده و دیگه اصلا وجود ندارن، ولی ما هنوز داریم اونا رو میبینیم. پس این به این دلیله که خیلی طول میکشه تا نور اونا یا امواج الکترومغناطیسی اونها به ما برسه. حالا یک به اصطلاح مشاهده دیگه هست که اون هم بیگ بنگ رو در واقع تایید میکنه. اون هم اینه که دانشمندا میدونن که هلیوم 1/4 مواد جهان رو تشکیل میده و نظریه انفجار بزرگ هم همین رو بیان میکنه. یکی دیگه هست این که طبق نظریه انفجار بزرگ در آغاز جهان خیلی داغ بوده، چون اینجوری به هم فشرده بوده، حالا سرد شده و این رو هم یک ماهواره‌ای که اینجا اسم برده شده کاملا ثبت کرده. میتونید اینو تو اینترنت سرچ کنید، بیشتر باش آشنا بشید. ولی در حال حاضر لطفاً یادداشت هاتون رو کامل کنید.
این یک به اصطلاح میتونم بگم آواز آهنگ به اصطلاح آموزشیه که البته انگلیسی من حالا بعد خدمتتون اونو نشون میدم، ولی الان بیشتر میخوام که students misconceptions یا همون برداشت اولیه اشتباه دانش آموزان رو خدمتتون توضیح بدم. برداشت اشتباه دانش آموزان مطلب بسیار مهمیه و معلم‌های مجرب در اون زمینه خیلی خیلی مؤثرترن تا معلم‌های تازه کار. معلم‌های مجرب حتی اگه روش سنتی کار کرده باشن خیلی بهتر از معلم تازه کاری میتونن به این دسترسی پیدا کنن که فقط این روش نوین رو یاد گرفته، به خاطر اینکه معلم‌ها خوب میدونن دانش آموزا کجاها تصورات اشتباه دارن. مثلا در موردی که ما درس دادیم الان، باور این که انفجار بزرگ در گذشته خیلی دور اتفاق افتاده ولی ما هنوز میتونیم آثارش رو ببینیم خیلی سخته، و ما برای این، من برای اینکه میدونستم این باوری سخته، اومدم مسئله خورشید رو مثال زدم، مسئله نور رو سوال کردم، البته خودتون این رو کشف کردین و ما این باور رو ایجاد کردیم. مورد دیگه اینه که اجرام آسمانی که از ما دور دارن میشن، اولین تصور به وجود میاد که پس ما مرکز جهان هستیم. من چون اینو میدونستم طوری برنامه ریزی که کردم که پاسخ به این مسئله حتما توی برنامه کاری ما باشه، توی اون فعالیت کلاسی باشه. دانش آموزان مسلماً برای جهان یه لبه تصور میکنن و خب ما اون رو هم حل کردیم. خیلی ها فکر میکنن، خیلی ها تو جامعه اون بیگ بنگ رو میدونن و فکر میکنن که خب فضا وجود داشته، بعد مواد به هم جمع شده بودن، چسبیده بودن، یه فشاری بهشون وارد میشه، اینا از هم جدا میشن، در حالی که فضا اصلا وجود نداشته، یعنی اصلا فضایی نبوده، این فضاست که منفجر میشه و مواد رو از هم جدا میکنه. وقتی فضایی نباشه سطحی نیست، چون سطح زیر مجموعه فضاست، یعنی فضا سه بوده، سطح دو بوده، و میدونید که فضا توی سطح تصویر میشه، سطح توی دو بود یعنی خط تصویر میشه، سایش میفته، از این حرفا. در صورت این که اصلا سطحی نبوده که بخواد فشاری باشه، چون فشار یعنی نیرو در واحد سطح، بنابراین اصلا همچین چیزی نبوده و این رو هم ما نشون دادیم که این فضا هست که داره گسترش پیدا میکنه. حالا من این خواهشی از شما دارم، این یک فعالیت در واقع ریویوه، یعنی فعالیتی که شما ارزیابی میکنید خودتون رو. در حالت عادی من باید همه اینا رو قیچی میکردم و شما کنار هم میچسبوندین جمله درست میکردین، ولی الان با هر گروه کلماتی که توی این جدول میبینید جمله هایی رو این پایین لطف کنید بنویسید. خواهش میکنم هر کدوم از دوستان که داوطلب هستن اینا رو بخونن جمله هایی رو که بله. ادوین هابل کشف کرد که هرچه اجرام آسمانی از ما دورتر هستن با سرعت بیشتری از ما دور میشن. آثار هیلیوم یک چهارم
جرم جهان رو تشکیل میدهد. انفجار بزرگ حدود 13 بیلیون سال پیش اتفاق افتاده است. تمام اجرام آسمانی در حال دور شدن از ما هستند. فضا در حال گسترش است و اجرام آسمانی را به خود هم. خیلی متشکرم. زنده باد. حالا در پایان جلسه مطلبی که برای بعضی از همکاران شاید جالب توجه باشه، نظر ادیان درباره این نظریه است. من بدون هیچ تعصبی روی دین خودم اعلام میکنم که هر دینی، هر پیروان هر دینی چه نظریه‌ای راجع به این نظریه دادن. مسلمان‌ها بیشتر از همه تأکید کردن، ادعا کردن که این مطلب در قرآن وجود داره. آیه ای هست که میتونید اونو پیدا کنید، تو ویکی‌پدیا هست، نظر اسلام در مورد بیگ بنگ. در قرآن آیه ای هست که معنیش این میشه که چطور ایمان نمی آورید به خدایی که همه چیز رو که یک واحد بود از هم جدا کرد و آسمان ها رو از زمین جدا کرد، بر روی زمین آب رو آفرید تا حیات بتونه از آب شکل بگیره. میتونید این آیه رو پیدا کنید. مسیحیت ادعا کرده که انجیل هم اشاراتی به این بیگ بنگ داره. بودیسم دینیه که معمولاً بیشتر نظریاتش اینه که همیشه در لحظه زندگی کنیم و همیشه همینه و همیشه همه چیز همینه. ولی حتی بودیسم هم ادعا کرده که هیچ اختلاف نظری با بیگ بنگ نداره. حالا این هم برای این بود که ممکن بود فکر کردم شاید کنجکاو برانگیز باشه. حالا اگر مایل باشید مطلبی رو میخواستم عرض کنم. این که متوجه شدید معلم در طول کلاس خیلی زیاد بین دانش آموزان حرکت میکنه و همه مدت رو اینجا وای نمیسته. من الان بیشتر از حد عادی وایستادم به خاطر اینکه داشتم چیزای دیگه ای رو اولش توضیح میدادم و اصلا درس خیلی دیر شروع شد. ولی در حالت عادی معلم بیشتر وسط کلاسه تا قبل از کلاس. فعالیت معلم بخش عظیمیش مربوط میشه به فراهم کردن این چیزا که قبلا اینا رو آماده کرده و برای کلاس به اصطلاح آماده کرده. کارتون کوچیک دیگه برای نمونه فقط در مورد این دوپلر نشون میدم که شاید براتون جالب باشه. عادت انگلیسی ولی بیشتر همون تصاویرش بود. اینو برای این نشون میدم. باز میخوام که میخوام من فقط یه لحظه استاپش بکنم که میخوام بگم ببینید چقدر الان آموزش شنبه تفریحی پیدا کرده و چقدر معلم یا استاد نقش هنرپیشگی داره. حتی نقش کومیدین رو بعضی وقتا داره انجام میده. دوپلر رو مشاهده. وقتی طول موج بلند میشه به سمت قرمز میشه. Show a redshift in the color of their light. This is evidence that they're moving away from one another.
و اینم یک آهنگه که این نسل جدید خیلی دوست دارن این سبک آهنگا رو، و در مورد phases of the moon، در واقع فازهای مختلف ماه، نامهای مختلف. موسیقی‌های خود آهنگ‌های خود ما خیلی قشنگ‌تره و نسل جدیدمون هم دوست دارن و همه طور. و به هر حال همونطور که عرض کردم، خود جزء درس‌های ما مشکلات گذار از شیوه سنتی به شیوه مدرن بود، مشکلاتی که در خود جامعه غرب ایجاد شده و اینا رو هر چی که ما بشناسیم بهتره. معلم ها این یعنی از همه جهات این چیزا گردآوری میشه. معلم ها معمولا اکتشافات خودشونو، مثلا یه چیزی رو که یک روشی رو که خودشون کشف کردن با هم به شراکت میذارن. معمولا تو مدارس این کار میشه، بعض وقت در سطح اصلا جهانی میشه، مثلا تو یوتیوب خیلی شیوه های آموزشی هست. و خب خیلی وقتا هم در داخل کشور، در داخل استان، با توجه به موقعیت اون دانش آموزا و اون سطحی که به اصطلاح هستن و آمادگی که برای گذار به این شیوه مدرن دارن هست. چون در دنیای به اصطلاح توسعه یافته هم این مسئله جدیده و هنوز خیلی جاها، همونطور که سوالی که شما کردین قبلا خصوصی از من پرسیدین، اونجا هم خیلی معلم ها یواش یواش دارن وارد این سیستم میشن. یعنی اونطور نیست که همه کاملا همه ی جلساتشون از این روش ها استفاده کنن. بنابراین بله، همونطور که شما فرمودین، این وسایل رو که خب مدرسه در اختیارشون، ابزار رو مدرسه در اختیارشون میذاره، ولی بله آهنگ ها و اینا رو خودشون تحقیق میکنن و به دست میارن و با هم به شراکت میذارن. مثلا شما میتونید سرچ کنید تو اینترنت یک چیزی در مورد فیزیک پیدا کنید، میتونید سرچ کنید یه چیز در مورد ریاضی پیدا کنید. و یه مطلب بسیار مهمه دیگه اینه که کتاب‌های درسی هر درسی رو که دارن خودشون یک یا دو تا یا بعضی وقتا سه تا فعالیت پیشنهاد شده برای ارائه درس دارن. و خیلی وقتا معلم اصلا حتی نمیگرده، از همون فعالیت ها استفاده میکنه. اگه خوشش نیاد، اگه خودش بکنه فعالیت های بهتری داره، فعالیت بهتری رو خودش ابداع میکنه. و خیلی وقتا مثلا همینی که من ابداع کردم، من اینو توی دانشگاه ارائه دادم و خیلی نمره خوبی گرفته، گفتن که این مراحل سوالاش خیلی عالی بوده، مثلا اینطور نظر دادن که خیلی خوب دانش آموز رو هدایت کرده به مطلب. خب این سوالا رو من خودم به اصطلاح کنار هم گذاشتم، ولی اصلا بادکنک رو یه جای دیگه ای من پیدا کردم. یعنی تو اینترنت برای شما پیدا میکنید، خودتون بهش اضافه میکنید، بعد میتونید اینو بذارین رو اینترنت با اسم خودتون و قوانین کپی رایت و اینا هم که خیلی مهمه رعایت میشه. و به این ترتیب هست که اینا در اختیار معلم قرار میگیره. ما فکر میکنم قبل از اینکه محتوای هر درس مهم باشه برای گذار از روش تدریس شما خیلی مهم بود، یعنی قالب کار شما مهم بود. و آیا ما میتونیم این قالب کار را تو کشور خودمون، تو شهرهای مختلف، تو دوست مختلف، فرهنگ های مختلف رسوخ بدیم و
ترس من از اینه که مبادا یک مرتبه ما بدون اینکه در نظر بگیریم اون روش ظرافت‌های کار شما را یک مرتبه بریم به اون دامنه کار، دامنه مدرنیته و اینجا ضربه بزنن بچه ها نسل. پس برای اینکه اون ضربه رو نخورن و اون انتقال ظریف‌کاری ها، شما چه روش‌هایی رو پیشنهاد؟ 100%. فرمایشتون خیلی صحیح و متینه اتفاقا، و ما خیلی باید مواظب باشیم. همونطور که عرض کردم، حتی در دنیایی که این روش داره اجرا میشه هنوز خیلی با احتیاط هست، اشتباهاتی درش هست که ما باید بشناسیم و از اون اجتناب کنیم. حتما باید بومی سازی کنیم، حتما باید کشور خودمونو در نظر بگیریم، شهر خودمونو، منطقه خودمونو، کلاس خودمونو، و این رو بهتر از هر کسی معلم تشخیص میده. بنابراین اونجا هم که من خدمت رو عرض کردم، یه دوره 4 ساله هست برای این مسئله که باید معلم بگذرونه تا بتونه بره درس بده، ولی معلم آزادی کامل داره تو کلاس. من میتونم این دوره 4 ساله رو گذروندم، حالا میرم استخدام رسمی هم میشم، درسم میدم، ولی سر کلاس کاملا روش سنتی رو اجرا میکنم، چون تشخیص من اینه. البته بعد از آشنا شدن با این مورد معمولا معلم نمیاد اینو نادیده بگیره، ولی با توجه به آمادگی کلاس، با توجه به خیلی چیزای دیگه، این رو معلمه که میتونه تعیین کنه بهتر از هر کس دیگری. و من حالا یه مثال خدمت تو عرض میکنم. خودم دوران دبیرستانم خیلی بیشتر از دوران تدریسم یادم میاد، یعنی دانش آموز بودن خودم خیلی بیشتر یادمه تا تجربیات تدریسم. و این چیزی که اتفاقا میگن برای معلم خیلی خوبه، چون همیشه باید خودش رو مثل دانش آموز حس کنه، درک کنه دانش آموز. قشنگ یادمه یه روز سر کلاس بودیم، یه خانم دینی اومدن سر کلاس. ایشون اومدن و اصلا از درک وارد شدن، حالا ما تو اون سن اصلا صورتشون و سیماشون و شخصیت و رفتارشون رو خیلی من دوست داشتم، همم گفتن ای چه خانم دوست داشتنی. به هر صورت ایشون اومد و شروع کرد به درس دادن. درس دادنش اینجوری بود که گفت پاراگراف پاراگراف میخونیم، یه نفر بلند چه توضیح بده، من تعیین میکنم کی بلند چه توضیح بده. یعنی خودش نرفت درس بده و بچه‌ها یادداشت کنن، از بچه‌ها کار کشید. و من خیلی خوشحال شدم، چون من اون مشکل تو عالم هپرود رفتن رو خیلی داشتم و خیلی خیلی خوشحال شدم و گفتم وای، پس همونطور که خیشون دوست داشتنی خیلی معلم خوبیه. ولی شاگردای خیلی زرنگ کلاس، شاگرد اولای کلاس، رفتن به دفتر شکایت کردن، گفتن ما معلمو نمیخوایم، معلم ما درس نمیده، شاگردا دارن برامو توضیح میدن، ما میخوایم خودش به ما درس بده، اونه که باید به ما درس بده. و شیوهی که من الان میدونم و همون موقع هم فکر میکردم خیلی بهتره رو، خود بچه‌ها بهش اعتماد نکردن. بنابراین خیلی چیزا باید در نظر گرفته بشه برای گذار از این شیوه، باید آماده سازی بشه و باید که آدم مواظب هم باید باشه، چون ما باید خیلی مواظب باشیم. به هر حال فرهنگ غنی خودمون رو، یعنی چیزی که ما داریم و بعضی کشورها تقریبا ندارن، یعنی اختلاف فرهنگی نیست، مسئله داشتن و نداشتنه، همیشه قدرش رو بدونیم و بدونیم که معلم‌های فداکاری که ما داریم به علت حرمتی که بهشون جامعه داده، همیشه دینمون داده، فرهنگمون داده، همیشه به نظر من حفظ بشه. یه وقت این مدرن سازی‌ها، طبق فرمایش یکی از همکارا شما بودین، من خاطرم نیست، فرمودین اونی که راه میره، اونی که عقبه، همچین چیزی تو کوه، باید همیشه مواظب باشیم که مقام معلم سر جاش باشه. میگن که خب حضرت علی فرمودن که کسی که یک کلمه به من یاد داد، من رو بنده خودش کرد. حتی قبل از اسلام در دین زرتشت، اینطور که من شنیدم، یکی از نامهای خداوند آموزگار بوده، یعنی کسی که هدایت میکنه و پیامبران رو شغل انبیا، یعنی خیلی خیلی معلمی رو شغل انبیا میگن. به هر حال خیلی خیلی تو یک فرهنگ غنی معلم ارزش و احترام و قدرت داره و این با این شیوه های مدرن از بین نمیره، بلکه ما با بومی سازی خودمون میتونیم اونو خیلی خیلی حتی بالاتر ببریم. یعنی معلم میشه مثل کسی که مثلا میگن معلمی شغل انبیاست، هیچ پیغمبری وای نستاده
قلدری کنه، به بچه ها درس بده. همیشه با فداکاری این کارو کرده و همیشه همون به قول معروف it's not about power, it's about empowerment، یعنی قدرت خودش نبوده بلکه قدرت دادن به دانش آموز بوده. ببخشید من خیلی صحبت زیاد کردم. اول اینکه خیلی خیلی ممنون از ارائه خوبی که داشتیم و تدریبی که کردیم. یه سوال حالا تخصصی در جای مرکز فناوری توی حالا نظام آموزشی این طرف راجب استفاده از آیتی به دوش حالا نمایش فیلم و حالا مثلا در قالب موزیک یا چیزایی از این قبیل استفاده خوبی میشه که مثلا شبکه اجتماعی محصر به دانش آموز داشته باشیم، به شیوه هایی که بچه ها هدایت بشن به استفاده از این ابزار یا معلم ها بیشتر استفاده کنن؟ بله، در اونجا و من فکر میکنم در همینجا هم اصلا دیگه بچه های این دور زمونه با کامپیوتر و با این ابزار بزرگ شدن و اتفاقا اونجا هم حالا چیزی که من میبینم معلم های مسنی که مثلا خودشون استاد من بودن تو کارآموزیم تو اینا به اندازه بچه ها یا خود من به اندازه بچه ها اصلا کامپیوتر نمیدونیم، ولی رابطه طوریه که خود بچه‌ها حتی تو استفاده از این مسائل بعضی وقت تو کلاس یه وقت معلم گیر می‌کنه بچه‌ها میان کمک می‌کنن. یعنی بچه‌ها تو کامپیوتر خیلی وارد هم مثلا باهاش مأنوسن، حتی با موبایل، حتی تو بعضی از کلاس‌ها با موبایل کمک گرفته میشه برای تدریس. که البته خب تو بیشتر کلاس‌ها هنوز میگن موبایل خاموش کنید یا مثلا همراه نداشته باشید از این حرفا، ولی حتی تو بعضی کلاس‌ها موبایل هم استفاده میشه. همونطور که فرمودید خود مدرسه معلم‌هاش به اشتراک میذارن همون طبق فرمایشات شما کاراشونو منابعشونو به بچه‌ها تکلیف میدن، اعلام میکنن، یعنی مثلا ارتباطات همه از طریق کامپیوتره. یعنی معلم میذاره تکلیف‌ها رو، دیگه خیلی وقتا حتی اعلام نمیکنه، بچه‌ها میدونن. یا کتاب حتی الکترونیکیش روی در اختیار بچه ها هست، وقتی که بچه ها میرن تعطیلات یا چیزی برمیگردن نمیتونن بهانه بیارن که مثلا تعطیلات کریسمس بود یا تعطیلات عید بود مثلا ما نتونستیم تکلیف هامونو کتابمو یادم رفته بود ببرم از این حرفا. یعنی همه چیز همیشه در اختیارشونه و ارتباط مداوم میتونن با معلمشون داشته باشن. والدین مدام با معلم از طریق اینترنت در ارتباطن و این باعث میشه که مسئولیت‌های هم والدین هم معلم بیشتر باشه. این سازمان یافته است یا نه واسه اون اختیار معلم رفت داره؟ یعنی معلم اگر اراده کنه مثلا فلان سایت رو معرفی کنه یا وبلاگ داشته باشه به سازمان یافته است یه جا متمرکز داره هدایت میشه؟ حالا الان دیگه معلم ها وقتی وارد کار میشن خودشون اصلا یک وبلاگ مانندی دارن، اصلا این جزء درسشونه که اینو یعنی یکی از واحدهایی که ما میگذرونیم یه همچین چیزیه که بهش میگن ای پورتفولیو که اینو اصلا ارائه میدیم تا بتونیم مثلا این جزء درس. بعد حالا چقدر تو کامپیوتر فعال باشن باز این انتخاب معلمه، ولی حتی اونایی که خیلی مسن هستن مثلا و خیلی هم معلم های مهم، یعنی اساتیدی که الان دارن همینا رو درس میدن تو دانشگاه ها معلم های مجربن، ولی خیلی از اونها واقعا مثلا من کامپیوتر از اون استاد خودم بیشتر میدونستم، ولی با این مثلا یه جایی واقعا نمیدونست چی بکنه ولی اون استفاده میکرد. مثلا خودش خب متخصصین کامپیوتر تو مدارس هستن، خیلی وجودشون لازمه چون معلم ها هر چقدر هم کامپیوتر یاد بگیرن که متخصص کامپیوتر نیستن، بنابراین اونا همیشه در امر آموزش حضور دارن تو مدارس هستن. و خود یکی از این معلم هایی که من سراغ دارم الان راجبش حرف میزنم، ایشون سنش هم بالا بود ولی یک برنامه‌ای با کمک متخصص مدرسه درست کرده بود که از طریق کامپیوتر رسم نمودار توسط اکسل رو به بچه‌ها یاد بده، که خب بعضی وقتا بچه‌ها رو می‌بردن تو کارگاه‌های کامپیوتر و اونا این کارا رو می‌کردن. خود مدرسه داروی پورتال یا سایتی هست که معلمین تکالیف یا فعالیت‌هایی که به دانش آموزا میدن روی پورتال بذارن، بعد دانش آموزا با یوزر و پسورد خودشون وارد بشن و دانلود کنن، اینجور چیز دارین؟ بله 100% همچین چیزی وجود داره و بچه ها دقیقا همونطور که فهمیدین با پسورد خودشون وارد بشن. ببینم وضعیت کل مدارسش به چه شکله یا مثلا موردیه فلانه. هر مدرسه وبسایتی برای خودش داره، ولی اینکه چقدر این وبسایت مجهزه بین مدارس متفاوته. چیزی که خیلی بهش اهمیت داده میشه همونطور که عرض کردم فعالیت عملیه،
یعنی مجهز کردن به ابزار برای فعالیت‌های عملی. حتی وقتی هم که ابزار در دسترس نباشه، یک موردی که من اینجا حتی خطکش میتونه آدم تهیه نکنه، ولی یعنی آدم میتونه حتی صرفه‌جویی کنه ولی کار انجام بدن دانش آموز. این فعالیت ابزاری خیلی مهمه. استفاده از کامپیوتر هم دیگه اصلا تو جامعه هست، یعنی اونو نمیشه ازش اجتناب کرد و بعد در دانش و در آموزش هم ازش استفاده میشه همونطور که فرمودید. حالا اینکه برنامه چند ساله، حقیقتش من تا اونجا که اطلاع دارم به این شکلی که من در کشور خودمون دیدم تو کانادا ندیدم. در کانادا به این شکل بود که اصلا روش سنتی بود. بعضی ما قبلا مثلا حدود بله 12 سال پیش، برای اینکه معلم‌ها شانس بهتری برای استخدام داشته باشن و استخدام رسمی بشن، مجبور بودن این دوره آموزش رو بگذرونن، ولی در مدارس خصوصی اصلا مجبور نبودن بگذرونن. یعنی مدارس غیر انتفاعی که حقوق بیشتری هم میده ولی خب رسمی نمی‌کنه، مثلا از این حرفا معلم‌ها نمی‌رفتن این کارو بکنن. همین دوره‌هایی که مثلا این شیوه‌های تدریس رو درس بده و از آیتی هم درش استفاده بشه. ولی الان طوری شده که اجباری شده برای هر معلمی که بخواد اصلا شروع به تدریس کنه، حتی در مدارس غیر انتفاعی، حتی چه دولتی چه غیر انتفاعی، حتی در آموزشگاه، حتی در آموزشگاه‌های کمک درسی هم معلمی که این دوره رو نگذرونده باشه، مثلا تو استان بریتیش کولومبیا، دیگه اصلا استخدام نمی‌کنه. معمولا معلم هست، کلاس با تجهیزات هست، مثلا این کلاس کلاس فیزیکه، همیشه این کلاس کلاس فیزیکه، اون کلاس که کلاس زبانه همیشه زبانه، تجهیزاتش هم سرش معلم همیشه تو اون کلاسه، این شاگردا هستن که جابجا میشن. بنابراین ساعت کاری معلم هم ساعتی که قبل از شروع شدن مدرسه است و هم بعد از شروع شدن مدرسه است که مدتی رو میمونه تو کلاس، به ایمیلا جواب میده، این کارا رو میکنه، ایمیلای والدین و ارتباطات کامپیوتری با بچه ها و اینا هم جزء به هر حال ساعت کاریشه و خب کارش سنگین تره نسبت به معلمایی که شیوه سنتی رو داشتن. بچه ها با خودشون چیز زیادی نمیارن، تقریبا هیچی نمیارن، فقط کتابشون رو، و کتابشون هم مدرسه به سال لاکر داره، کمادایی دارن که اونجا میذارن چون کتاب سنگینه. خیلی مهمه که زیاد با خودشون چیز هم نکنن که برای رشدشون و چه میدونم این چیزا مضر نباشه. کتابای درسیشون خیلی سنگینه، البته همش درس نمیشه، مثل درس داده نمیشه، خیلیش به انتخاب معلم، خیلیش هم خب به اصطلاح آموزش پرورش تعیین میکنه، یه مقدارش هم برای معلم آزاد میذاره. ولی از نظر کتابهای درسی، حسن کتابهای درسی اونا نسبت به کتاب درسی ما اینه که اونا توش فعالیت داره. ولی من میخوام یه مطلبی رو بگم به عنوان راز، کتاب‌های درسی ما به مراتب بهتر از کتاب‌های درسی اون است. فقط اگر بهش فعالیت‌ها اضافه بشه از اونا بهتره. کتاب‌های درسی اونا دولتی نیستن، شرکت‌های خصوصی درست می‌کنن. مدرسه‌ها می‌دونی خیلی سرمایه‌داری دارن، مدرسه‌ها مثلا از این شرکت‌ها کتاب‌ها رو می‌گیرن. این کتاب‌ها اونقدر تحت نظارت نیستن که در کشور ما هستن. در این کتاب‌ها اشتباهات وجود داره. این خیلی برای من اولین بار شوکه کننده بود و من به این معلم گفتم آخه نگاه کن ببین این چی نوشته تو، این گمراه کننده است. ایشون گفت نه من خودم جزوه خودم دارم. خب معلم‌ها میدونن، اونا بالاخره اونقدر یه معلمی که لیسانس مثلا ریاضی داره دیگه کتاب دبیرستانو میدونه کجاش اشتباهه و خب اون خودش اینو حل و فصل میکنه. ولی کتاب به خوبی کتابای ما نیست کتابش. و خودم مثلا اینکه کتاب اینقدر سنگینه مثل کتاب دانشگاه و همش درس داده نمیشه، خب این همچین عالی نیست. و در این زمینه یه انتقادی که خودشون به سیستم خودشون دارن مسئله کتابای درسیشونه. ولی خب همونطور که گفتم حسن کتابای درسیشون به کتابای درسی ما اینی که فعالیت توش هست، همین جور چیزا مثلا توش هست. فقط توجه کن این .ca هست، خیلی ها با .com اشتباه میگیرن، این .ca هست، .com نیست، به خاطر کانادا مثلا، چون به اصطلاح این کد پستی و اینا که میخواد. شاید این جلسات به کمک آویزنی تلاشون داشته باشه با جنابالی دوستان دیگر و همه همکارانون هم یک نماینده باشن با قسمت از اداره میرن، شما بتونیم برای پیشرفت مملکت کنید کشور ما خدمت بکنیم. خیلی شما یک سلوات از سر خط
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون.